اگه فوتبال بازی میکنید حتما یکی از اهداف شما اینه که سالم بمونید. اما چند روز پیش اتفاقی افتاد که دنیای فوتبال رو به شوک فرو برد و کریستیان اریکسن ستاره تیم ملی دانمارک بهش حمله قلبی دست میده و برای چند ثانیه قلبش از حرکت وای میسه، اما به کمک کاپیتان کیایر و تیم پزشکی تیم ملی دانمارک به زندگی برمیگرده و حالا این احتمال وجود داره که اریکسن برای همیشه دیگه نتونه فوتبال بازی کنه. اما چرا بازیکنهای در سطح اریکسن به همچین مشکلی دچار میشن؟ یکی از مهمترین دلایل مشکلات ژنتیکی هستن که کاری هم از دست ما بر نمیاد. اما توی این ویدیو میخوایم به مباحثی اشاره کنیم که به کمکشون میتونیم از حملات قلبی جلوگیری کنیم. پس همراه ما باشید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای مشاهده ویدیو کاملتر حتما به کانال یوتیوب ما سر بزنید. شماره یک غذاست که باید سعی کنید غذای سالم مصرف کنید، نه اینکه سالاد درست کنید و روش کلی سس بریزید. اینجوری فقط سالادتون رو تبدیل به چیز برگر کردید. به جای سعی کنید رژیم غذایی خودتون رو کنترل کنید و از خوردن غذای چرب و مضر خودداری کنید و از محصولاتی مثل آووکادو استفاده کنید که پر از پتاسیمه و طبق تحقیقاتی که انجام شده خطر حمله قلبی رو تا 11% کم میکنه. و ماهی مصرف کنید، به خصوص ماهیایی که امگا 3 بالایی دارن مثل ماهی تون و سالمون، چون مصرف ماهی باعث میشه که فشار خون شما تنظیم بشه و خطر ابتلا به مشکلات قلبی در شما کاهش پیدا کنه. شماره 2 صحیح ورزش کردنه که خودش مبحث بسیار گسترده و مهمیه، اما ما به طور خلاصه بهش میپردازیم. قلبم یه نوع ماهیچه است که با تمرین دادنش میتونیم قویش کنیم که یکی از موثرترین روش‌ها ورزش‌های هوازی هستن، مثل دویدن و وقتی که بازه تمرینی رو کوتاه کنیم و فواصل بین تمرین‌ها رو استراحت کنیم، این باعث میشه که فشار خون شما بالا و پایین بشه و سبب میشه کم کم بدن شما به این موضوع عادت کنه. و حتما قبل از انجام تمرین بدنتون رو گرم کنید و بلافاصله بعد از اومدن به زمین استارت های سریع نزنید و بعد از مسابقه یا تمرینتون سرد کنید بدنتون رو. اینجوری باعث میشید هم از عضلاتتون بیشتر مراقبت کنید و هم ضربان قلب خودتون رو کنترل کنید و از تغییر ناگهانیش جلوگیری کنید. و بعد از تمرین از آب سرد استفاده نکنید، چون باعث میشه به بدنتون شوک وارد شه و دچار حمله قلبی بشید. شماره 3 استرسه که یکی از مهمترین دلایل حمله قلبیه و متاسفانه در جامعه ما آمارش بسیار بالاست، که شما به راحتی میتونید با ورزش‌های مثل یوگا و مدیتیشن اونو کنترل کنید. اما میخوایم توی این ویدیو یه روش جالب و معتبر بهتون بگیم که بتونید خودتون رو تست کنید. این آزمایش روی 1000 آتش نشان در دانشگاه هاروارد تست شده و خیلی هم ساده است. و اینجوریه که شما باید توی 1 دقیقه بیشترین تعداد شنایی رو که میتونید برید و نبایدم روی دستاتون وایسید. و طبق نتایج این آزمایش افرادی که بیش از 40 شنا در 1 دقیقه رفتن، احتمال ابتلا به حمله قلبی در اونا تا 96% پایین میاد. پس سعی کنید یک غذای سالم مصرف کنید، مثل سیر، آووکادو و ماهی. شماره 2 این که صحیح ورزش کنید و تا توپ دیدید توپو بر ندارید و شروع به حرکت کنید. شماره 3 این که تا حد امکان استرس خودتون رو کم کنید و حتما تست رو انجام بدید و توی کامنت برای ما بنویسید توی 1 دقیقه چند تا شنا میتونید برید. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید و اگه انتقاد یا پیشنهادی تا اینجای کار پلی ایران داشتید حتما توی کامنت برای ما بنویسید. این بزرگترین کمکیه که شما میتونید به ما بکنید. و برای تهیه این توپ و توپ‌های دیگه میتونید به فروشگاه ما یعنی پلی ایران اسپورت مراجعه کنید.